علمای عزیز من قواعد اخلاص و ریا را می دانند، اما کمر را بسته کرده ان از چهار جای که یک افغانی در راه خدا مصرف نمی کنند. از ما با خوبان کاری نیست، خبر شد. و تاجران ملی ما که مصارف می کنند، بسیار مصارف می کنند، با تأسف که از قواعد اخلاص و از قواعد ریا بی خبرند. سرنوشت همین ملت تا سکی رئیس جمهور با مظلومترین شخصیت های سرزمین باید اصابت کنه. همین سرنوشت و نتیجهش است. زمانی که مال پاکیزه نداشتی، مال پاکیزه نداشتی، از دزدی و دغل خیرات و صدقات مکن. چرا؟ الله به تو گزینه مانده. قول نیک و دعای بخشش در حق گدایگر بهتر از آن است که صدقه کنی و اذیت داشته باش. الله از امچو صدقات غنی و در نه انتقام گرفتن بردوبار است. الله رحم کنه. کسایی که در امور نظام کار میکنن بیشترینشان دستیاب به خیانت ها است. از ریاست شهدا و معلولین چطور بزنن؟ از ریاست مهاجرین و وزارت چطور بزنن؟ باور به خداوند بکنین، آدم بسیار جگرخون میشه، بسیار زیاد. باب ثابت است در بیان چی؟ بگو. ریا در صدقه. یعنی خلاصه مطلب، هیچ چیز آزادی نداریم، اما مصرف کردنه که ما مصرف باید بکنیم. نه تنها درآمد و برآمد شرعی باشه، یک چیز دیگه زیر نام اخلاص است. زیر نام چیز اخلاص. ای کاش باب ریا فی صدقه را تاجران ملی از دیگران بیشتر می دانستن. علمای عزیز من قواعد اخلاص و ریا را می دانن، اما کمر را بسته کرده ان از چهار جای که یک افغانی در راه خدا مصرف نمی کنن. از ما با خوبان کاری نیست، خبر شد. و تاجران ملی ما که مصارف می کنن، بسیار مصارف می کنن، با تأسف که از قواعد اخلاص و از قواعد ریا بی خبرن. سرنوشت همین ملت تا سکی رئیس جمهور با مظلومترین شخصیت های سرزمین باید اصابت کنه. همین سرنوشت و نتیجهش است. الله می فرماید ای انسان ها، باطل نکنین صدقاتتان را بالمن والاذا. یعنی دو کار نکنین. زمانی که صدقه در راه الله می کنین، یکی احسانباری نکو بالای فقیر و یکی هم اذیتش نکو. یک روز یک کارت میاری، دیگر روز دیگه کارت میاری، مفت مفت. چرا؟ کدام صدقه کردی با او؟ نگب نمیرس، نگب میرسین. یعنی احسانباری و اذیتش نکو. مثل اونمو مردان منافق و مشرکی که به خاطر نشان دادن مردم مصرف میکردن ولی ایمان به الله و روز آخرت نداشتن. از اینجا دو مطلب گرفتی. یک مطلب همیست در مصارف مال ریاءن، یک اذیت رساندن و احسانباری کردن. این صفات مشرکین است یا صفات مؤمنین؟ صفات مشرکین است. دوم مطلب است که ای مسلمان، اگر تو مال مصرف میکردی مانند کفارگونه مصرف مکن، بلکه بر رضای کی مصرف کو؟ بر رضای الله رب العزه، بر رضای الله. بعد قرآن یک مثال داد، مثال ریاکار. قرآن کریم به زبان عربی است. قرآن کریم به زبان چیست؟ به زبان عربی است. هرگاه قرآن به زبان عربی شد، فطرت عربیت، قواعد عربیت در اونجا نهفته است. یکی از قواعد عربیت برای تفهیم تشبیه و استعاره است. تشبیه میکنه یک سنگ باشه. سنگ خب امو تو عوار و بزرگ ولی بسیار متوازن است. یک سر سوزن چقری و بلندی هم نداره. بعد از آن سر از او سنگ خاک را تنظیم کو، سامان کو. بعد از اینکه خاک را تنظیم کردی، بعد از آن دا اونجا چی بکو؟ باز زراعت بکو. چی بکو؟ زراعت. بعد از این زراعت تو یک باران تند را الله روان کنه. بلند بگو چی را روان کنه؟ با ایمان بگو که از خاک و تخم و بذر تو سر از او سنگ چیزی میمون؟ بلند بگو. هر قدر بزرگ باشه چیزی نمیمونه. باران هم تند باشه.
ریا چنان باران تن و جالس که بزرگترین میدانی که از عمل تو تا دهن مسلح باشه، زمانی که این باران تند ریا داخل شد، هیچ چیزی به تو دیگه باقی نمیمونه که در وقت ضرورت از او استفاده کن. لا یقدرون علی شیئین میشی با لگه میرسین یا نمیرسین. ریا امو تو یک پدیده نادرست، ولی تو یک خطرناک است که نه ملا را مانده نه مولوی را، نه حاجی را مانده نه صوفی را، ولی از بس که همه گیر شده امو تنفر مردم هم از ریا دور شده، خوش داره، هر کس ریا را خوش داره. الله رحم کنه، نمیشه که تیزی مردم نمیشه. ای کاش بابو ریاف صدقه در فهرست زندگی ثروتمندان امت با عنوان استاد درس یارشان می بود. بابن لا یقبل الله صدقتن من غلولین، سبحان الله، ولا یقبل الا من کسب طیبین. جناب امام بخاری رحمت الله علیه، جناب امام بخاری رحمت الله علیه می فرماید باب در بیانی که الله صدقه از خیانت را قبول نمی کند، صدقه از مال حرام را قبول نمی کنه و صدقه را از کسب پاکیزه قبول می کنه. باز آیت پیش می کنه، قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعوها اذن والله غنی حلیم. رابطه پیدا، زمانی که مال پاکیزه نداشتی، مال پاکیزه نداشتی، از دزدی و دغل خیرات و صدقات مکن. چرا؟ الله به تو گزینه مانده. قول نیک و دعای بخشش در حق گدایگر بهتر از آن است که صدقه کنی و اذیت داشته باش. الله از امچو صدقات غنی و در نه انتقام گرفتن بردوبار است. الله رحم کنه. اصول تدریسی را از یاد مبر، ولی مقصد مهم چیست؟ مقصد مهم غرض است. شیخ الاسلام بدرالدین عینی میگه زکات دادن، صدقه دادن از مامور بهی است یا نیست؟ و مال حرام گرفتن منهی است یا نیست؟ صدقه از مال حرام مستلزم جمع بین ضدین است. یعنی الله شما را میگه حرام نخورین، و یک طرف میگه صدقات پرداخت کنین. حرام نخورین که جمع کردیم کار ممنوع را کردیم، از او با صدقه میکنیم کار مامور بهی را انجام دادیم، جمع بین ضدین میآید. ولی با تأسف در جامعه امروزی ما، الله رحم و کرم بفرماید، چاره نیست. خواه باور به خدا کنین بسیار سنگین است. کسایی که در امور نظام کار میکنن بیشترینشان دستیاب به خیانت ها هستند. از ریاست شهدا و معلولین چطور بزنن؟ از ریاست مهاجرین و وزارت چطور بزنن؟ باور به خداوند بکنین، آدم بسیار جگرخون میشه، بسیار زیاد. قانون مقررات نیست. یک پروژه در یک شهر در حال اعمار شدن است، یعنی در حال ساختن یک پروژه هستند. سرک و کلینیک و شفاخانه و اینا را خوب بمان، حتی اگر خواسته باشن یک مسجد بسازن، تا زمانی که به مسئولین نظام حقداری نکنن قدم نقشه و تطبیق نمیشه. من نمیفهم، من نمیفهم که مردم به این وضعیت چرا شدن. باز این زمین پول به تو صدقه میکنه، با زمین پولی که زمین آدرس به دست میاره، با در مسجد و در مدرسه و در میلادی و در عرس بازی کمک میکنه. باز این همی است که نه اون نیت ثواب هم میکنه. ای کاش ای باب را میدانستن که لا یقبل الله صدقتن من غلولین، صدقه از مال خیانت و حرام به درگاه خدا منظور نمیشود. الله رب العزت رحم کنه، من نمیدانم چی کاری کنم. باب در بیان صدقه از مال پاکیزه آیت آورد. الله رب العزت محو میکنه مالی که از سود به دست آمده است.
پرورش میدهد مالی را که از رای درست به دست آمده و مصرف شده. الله دوست ندارد کسانی که ناشکر گناهکارند، آنان ایمان دارن، اعمال صالحه انجام دادند، نماز را برپای کردن، زکات را دادن، اجرشان در نزد ربشان است، ترس و غم نیست. رسول معظم فرمود کسی که صدقه میکنه به اندازه خرما از کسب پاکیزه صدقه کنه. چرا؟ زیرا که الله قبول نمیکنه مگر پاکیزه را. الله قبول میکنه به ید خودش آنچه مناسب شأن اوست. صدقه تو را میگیره، تربیت میته. چه رقمی که یکی از شمایان یک چوچه اسب خود را تربیت میته که بزرگ شده بروه، الله صدقه خورد تو را تربیت میته برابر کو. برابر چی تربیت میته؟ بگو برابر کو. الله رب العزت رحم کنه. خواهی تو رسی گپ در نظر شما تو یک گپ میایه، خواه در نظرتان اما تو یک گپ میایه، تو فهمیده نمیشه که اصل حقیقت و مفهوم ازی تا کجا میره. الله رب العزت رحم کنه. باب در بیان صدقه قبل از رد. اصول تدریسی را از یاد مبر. مهم آن است که غرض مقصد امام بخاری تشویق مسارعت به صدقات است، ترساندن از تأخیر صدقه است. تأخیرش نکو که با فرصت بیایه پشیمان میشی. بعد جناب پیامبر فرمود صدقه کنین ای مردم، زیرا زمانی میآید که مرد میگردد صدقه خود به کی دهد، کسی را نمییابد که قبول کنه. میگه اگه دیروز میآوردی میگرفتم، امروز حاجت ندارم. دیگهش میگه قیامت قایم نمیش تا مال زیاد نشوه، فیضان مال نشوه. صاحب مال تصمیم میگیره صدقه کنه، هیچ کسی پیدا نمیشه که به او چی دهد. صدقه دهد صدقه. الله رب العزت رحم و کرم بفرماید. باقیشم امو رقم است. قیامت در حدیث دیگرش عدی بن حاتم میگه در نزد پیامبر بودم، دو مردی آمد، یک شکایت فقر کرد، دیگه شکایت فساد دزد و رهزن کرد. پیامبر معظم فرمود ارچه قطع و طریق نمیاد بالای شما مگر کم، تا زمانی که قافله میره به مکه بدون کدام سرپرست، بدون چی بلند بگو، بدون تضمین و زمانه، هیچ اشکالی نیست. یک خوشخبری داد، هرچی فقر قیامت قایم نمیش تا گردش میکنه. یک از شمایان با صدقه خود نمیابد کسی را که صدقه دیهد، بعد از آن استاد میشه بین حضور پروردگار، بین زو بین الله پرده نیست، ترجمانم نیست. میگوید الله رب العزت که به تو مال ندادم، فلیقولون نبلا بلی دادی. میگه به تو پیامبر روان نکردم، میگه کردی. بلا نظر میکنه براست و چپش، غیر از جهنم چیزی دیگر را نمیبیند. نظر میکنه براست و چپ، جهنم است. بناهن میگه فلیتقین احدکم النار ولو بشق تمره فیلم یجید فبکلمت طیبه. شما خود را از جهنم وقایه کنین. چرا؟ ولو که یک نیم خرما هم به دست امکانش باشه، اگر نیافتی کلمه پاکیزه، امر معروف نهی منکر، صدقات چی طبیعت خوش، پیشانی باز کلش از جمله چی شمار می شود؟ بگونه از جمله صدقات شمار می شود. عزیزان من، مگر یادت باشه یک تمثیل است، زیرا امیالیم بین ما و شما خدا پرده نیست، پس قدرت دیدن الله را نداریم. چرا؟ اگر پرده شوخ و خدا محاط میشنی، الله محاط نیست که دیگه چیز احاطه کرده باشد. از این خاطر مراد اینجا مو یک تمثیلی که ما و شما را فهمانده باشد. ولی آمدیم جناب حافظ ابن منیر می فرماید مقصد از این باب تشویق من و شما به چیست؟ به شتافتن به سوی صدقات. ولی به ملا صاحب نیست. چرا؟ رکاب اسبش که از طلا باشه هم او صدقه نکنه. میگه مولانا زکریا میگه مقصد از این باب اشاره به یک مسئله است که قوت یک شب و روز را کسی داشته باشد بروی دادن صدقه فطر هست یا نیست. ایمه سیگانه میگن صدقه فطر را امون نفرم دیهد. او صدقه گفت نه؟ یک شب و روز بالا داره. ایمه سیگانه میگه که صدقه و فطر صدقه تبتی. اما امام ابا حنیفه گفت مالک چی باشه؟ بگو مالک نصاب باشه. باب در بیانی که به راسین از جهنم خود نگاه کنین ولو به شق تمره باشه قلیلی از صدقه. الله میگه
کسایی که مصرف میکنند در راه الله بر رضای الله و عقیده درون دل، مانند یک باغ است، باغ، باغی که در بلند جای باش، اگر باران باشه هم میوه دهد، اگر نباشد شبنم در بارندگیش کفایت کن. شبنم باندی پویه گئی که پچکش باندی در ننباسو شبنم به شبنم هم میوه میته، یعنی حاصل امیس. من یک جمله دارم، شبکه های مخابراتی امروز به پالوی نمی افتن که اونا خسران کنن. میگه 60 روپه پرتو یک ما مفت گپ بزن، او فایده خود سنجیده، فایده خود او سنجیده. و چرا مراجعین زیاد میشه؟ مراجعین زیاد میشه، لک لک مراجعین میشه، امی لک امی مثلا 2 لک نفر یک روز از امی سیم کارت گرفته، هر کدام از این 60 روپه انداخته که ما یک ما گپ میزنم، نه یک لکش چند لک میشه؟ 60 لک. 2 لک انسانش چقدر میشه؟ 120 لک. امی نقدن امیالی گرفته 120 لک، امی نقدن یک ماهشی که چند ماهش میشه. و این شکل از هر طرفی که به تو تخفیف میاره و فایده خود دیدن. آمدیم دیگه که کسی که در راه الله صدقه میکنه خسران دیده نمیشه. خسران چی نمیشه بگو؟ دیده نمیشه. از این خاطر ایده گفت جناب ابی مسعود، میگه آیت صدقه نازل شد، ما میگه به مشقت پشت مال میگشتیم، مرد آمد تصدق کرد به یک شی کثیر، گفتن چی خوب مردی است، مرد دیگه آمد تصدق کمکی، گفتن الله عزیز صدقه کگای تو کده چیست، از این چیزی را که تار دزی غنی است. آیت نازل شد، منافقین میگیره، کسانی که عیب جویی میکنن مؤمنان را در صدقه، کسانی که عیب جویی میکنن مؤمنان را در صدقه، نه عفو میخوایم، اما پیشتر خطا شدم، مردی که زیاد آورد منافقین چی گفتن؟ ریاکار است، مرائین، چیسی؟ ریاکار است. کم که آورد چی گفتن؟ بگو نه صدقه را کم که گفت الله عزیز بی نیاز است.